زمانی که یه سیستم آنتنی یا تصویری یا هر نوع سیستمی که توانایی جداسازی تشخیص داره، چه فرکانسی باشه چه مغناطیسی، انتشار اون جریان میدان مغناطیس یا انتشار جریان فرکانس خودشو داره، اینا به طور طبیعی در مسیری که مورد دید یا مورد جهت خود آنتن یا کوئل یا سر جستجوگر یا سنسوره حرکت‌های فرکانسی یا انرژی و تشعشع و جریان مغناطیس رو داره. که خب ساختار مغناطیسی از نظر ترکیبی یه مقداری از نظر شدت عملیاتی نسبت به فرکانس ضعیف‌تره، چون با الکترون‌های زمین یا منابع اطراف خودش دچار بحران یا مشکل میشه. در هر صورت اون چیزی که سیستم‌ها تشخیص میدن، چه آنتنیش، چه کوئلیش، چه تصویریش، چه لیزریش، پالس وی ال اف تی آر بی اف آی بی، اون جریان میدان‌های مغناطیسی یا میدان‌های الکتریکیه که در اصل اینا شکل گرفته از جریان حرکت الکترون‌ها در طبقات هستن که میتونن انرژی‌ها رو و تشعشع‌ها و متقابلاً مانند تصویری که می‌بینید جریان ارسال و بازتاب و تابش رو به وجود بیارن. شما زمانی که ارسال می‌کنید اون مغناطیس یا اون فرکانس رو برخورد می‌کنه با جریان اون هدف، با سطوح اطرافش یا میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسیش، یا می‌تونه به راحتی وارد شه به داخل خود جریان اون هدف یا منبع مولکولی یا جریان میدان‌های الکترونی که الکتریکی و میدان مغناطیسی رو پدید آورده. با وارد شدن اون در سیستم‌های تصویری یا سیستم‌های آنتنی شما متقابلاً تصاویری خواهید داشت یا حرکت آنتنی رو خواهید داشت که میتونه از حرکت جریان‌ها با برخورد با اون هدف یا طلا باشه. حالا برخوردها مفاهیم متفاوتی داره که جریان ترکیب داخلش هست، جریان تبدیل هست و جریان بازتابه. اینا هر کدوم مراحلن وارد جریان اصلی اون هدف طلا یا فلزات میشن و واکنش ها رو میگیرن. در پارسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی شما جریان حرکتیتون در طلا ضعیفه، به خاطر اینکه نمیتونه مثل آنتنی ها که عدد وی دی آی و ترشولد 100 تا 8 دارن این عملیات جابجایی یا انتقال نیرو الکترونش رو برای طلا انجام بده. پس در مجموع سیستم ها این توانایی رو برای کاوش دارن و زمانی که نوع واکنش ها ایجاد میشه در آنتنی ها، خب شما میتونید حرکت آنتن رو در جابجایی ذرات انرژی و تشعشع ببینید که بار الکتریکیه اون الکترون ها که انرژی و تشعشع رو به وجود آورده این وضعیت رو در فرکانسی شکل میده و در زمانی که با هدف برخورد میکنه حالت زبدر یا قیچی رو به خودش میگیره. این نوع تشخیص ها در آنتنی ها یا در تصویری ها در اصل جابجایی نیروها هستن، انرژی ها هستن که خود اینا هم دارای حرارت میشن، دارای مادون قرمز میشن و دارای میدان های الکتریکی، مغناطیسی و میدان های الکترومغناطیس به توان نوع ارسالش میشه. خب در فرکانسی ها میدان الکتریک غالبه بر بار مثبت و اون چیزی که داره شکل میگیره بر سر ارسالگرش، جستجوگرش یا سر جستجوگرش یا اون آنتنش برای تشخیص منابع و فلزات نوع میدان الکتریکیه. یعنی شما جریان مغناطیسی رو در اون ایجاد نمی کنید، بلکه یک میدان الکتریکی قوی ایجاد می کنید با توان ویژه خودش بدون شکل موج ویژه‌ای که به اینها میگن میدانهای الکتریکی یا فرکانس‌های مستقل مستقیم، که در اصل اون میدان الکتریکی شکل گرفته از خود انرژی و تشعشعیه که مدار درست کرده و نیازی به ایجاد توان ولتاژ بر سر آنتن یا سر جستجوگر نداره تا بتونه اهداف رو جداسازی کنه و تشخیص بده. پس تشخیص طلا و فلزات در فرکانسی ها بنابر عدد ویدیای و ترشولد 100 تا حجمه که شما میتونید اون رو به صورت تصویر در نوع سیستم های تصویری ببینید و این طلا یا فلزات با طبقه بندی اعداد میتونید مشخص کنید چه منبعیه، چه ترکیبی داره و چه شکلی. پس حسن سیستم ها در اینه که وقتی که شما جریانی رو ارسال میکنید، ولتاژی رو ارسال میکنید، نیروی رو ارسال میکنید، فرکانسی رو ارسال میکنید، با بدنه اون هدف یا منابع میدان های اون هدف، حالا الکتریکی با بار مثبت یا مغناطیسی با بار منفی، برخورد میکنه و این برخورد موجب ایجاد شدن جریان ورود به همدیگه، با همدیگه ترکیب شدن و ذخیره شدن به خصوص در طلا. طلا به خوبی میتونه بگیره، تغییر بده، تبدیل بده و برابر همون چیزی که بهش رسیده بازتاب بده. حالا اگه سیستم عدد ویدیوی ترشد 100 تا 8 داشته باشه این بازتاب ها رو میتونه اندازه گیری کنه، مشخص کنه و تعیین کنه که چه هدفی با چه منبعیه. پس حرکت جریان ها در آنتنی ها یا در تصویری ها همه بنابر جابجایی نیروها و وارد شدن نیروها و فرکانس ها یا مغناطیس ها به سطوح اون
عملکرد فلز یا منابعی که میتونه تابش ها رو در حرکت الکترون ها و زمان برخورد یا زمان وارد شدن به اون میدان ایجاد کنه. البته اگه اینها با هم سازگاری داشته باشن در تنظیمات یا در نوع انتشار، میتونه آنتنی ها و تصویری ها بازتاب خوبی داشته باشه و شما بتونید حتی با عدد ویدیو و ترشولد 108 اون هدف رو تشخیص بدید. و اون چیزی که سیستم ها تشخیص میدن و الان باید بگیرن، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی فعلی یک طلای جدید یا فلز جدید. اگه کسی بگه دستگاه من طلای قدیمی یا فلز قدیمی میگیره، جدید نمیگیره، در اصل اومده قانون جریان میدان‌های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی رو کلاً رد کرده، چون هر فلزی در آن خودش دارای انرژی، تشعشع، حرارت، دمای خاص خودش و جریان ویژه خودش در میدان‌های مغناطیسی یا میدان‌های الکتریکیش نسبت به اون باری داره یا الکترومغناطیسش در بعد منفی یا بار منفی یا در جهت مثبتشه. پس همه اینها رو فلزات دارن و این نوع چرخش الکترونی درشون وجود داره و این حرکت انجام میشه و میدان ها پدید میان و بنابراین میدان هاست که سیستم های فلزی یا معدن یا رادار زمینی دستی میتونن تشخیص بدن این چه منبعیه و نوع چیزی که اون هدف میسازه از نظر جریان خودش، انرژی خودش، استاتیک خودش، الکتروستاتیک خودش و میدان الکتریک خودشو آنتنی ها و تصویری ها میتونن جدا سازی کنن، به صورت حرکت آنتن یا جهت تصویر اون رو مشخص کنن که این فلزه چیه، چه منابعی اونجا هست و جریان‌های الکترونی و جریان‌های میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در فلزات وجود داره. و همون که میگه دستگاه من طلای قدیمی میگیره، جدید نمیگیره، دستگاهش هیچ کاری رو انجام نمیده، چون باید میدان‌ها رو، جریان حرکت الکترون‌ها رو و فرکانس‌ها یا انرژی و تشعشع و میدان مغناطیسی یک فلز رو الان یک سیستم آنتنی یا از نوع تصویری بتونه تشخیص بده و مشخص کنه که این چه منبعیه و چه فلزیه و چه موقعیتی داره، تلاس یا فلزای دیگر. اون دستگاهی که تلا رو در عمق میگیرن توانایی خیلی بالایی دارن و الان موقع تست آزمایش بعد دستگاه آنتنی یا دستگاه تصویری بتونه هدف رو مشخص کنه یا منابع متضاد یا منابعی که از نوع ذرات مزاحمن با عدد ویدیو یا ترشولد 108 در تصویری یا حرکت آنتن معین بکنه. پس اونی که میگه دستگاه من طلای قدیمی میگیره، فلز قدیمی میگیره، جدید رو نمیگیره، نمیدونم گردابی رو میگیره یا میاد یون رو میگیره، گاز رو میگیره، اینا هیچ کدومشون دستگاهشون بنابر قانون یابنده ها، معدن یاب ها و رادارهای زمینی دستی کار نمیکنه.